درود بر شما. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به ستاد اجرایی فرمان امام که مافیاییست تحت امر خامنه ای. پرده آخر هم که آخر برنامه. درباره تقدیمی اجازه بدین یه توضیح بدم. پارسال یادتونه چه قشقرقی را افتاد بین خودی ها در جمهوری اسلامی سر سند آموزشی یونسکو که معروف شده به سند 20C. فارغ از کودکان فقر و کودکان کار و ترک تحصیل کرده ها، به بچه هایی که میرن مدرسه چی یاد میدن؟ کتاب های درسی چی داره برای بچه ها؟ چرا جمهوری اسلامی نمیره زیر تعهد به سند آموزشی سازمان ملل متحد؟ سند 20 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده، تسلیم اینها بشه. اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه. رعایت سند 20C سازمان ملل یعنی دور نگه داشتن کودکان از آموزش نظامی، یعنی ممنوعیت آموزش مذهبی تو مدارس، یعنی فرق نذاشتن بین دختر و پسر در یادگیری علم، تبعیض قائل نشدن در رشته های درسی برای دختر و پسر، یعنی آموزش رایگان برای همه، یعنی تغذیه مدارس، یعنی فراهم کردن امکان تفریحات سالم و به ویژه متناسب با سن بچه ها در مدارس. تقدیمی این هفته به فعالان حقوق کودک. بحث درباره احتکار دارو و نتیجتاً کمبود دارو در ایران، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی به دلیل سیاست‌های غلط و دزدی‌های جمهوری اسلامی ایران و اینکه تحریم‌های آمریکا، همینایی که به تازگی اعلام شده و همونایی که از اول بوده است، هرگز درباره دارو و تجهیزات پزشکی نبوده و حتی همه تجهیزات پزشکی که مصرف دوگانه دارد میتواند هم در بیمارستان ها هم در امور پزشکی در نانو پزشکی به ویژه آزمایشگاه ها استفاده بشه و در این حال ممکن است از این تجهیزات پزشکی در امور غیر از پزشکی هم استفاده بشود، احیانا مصرف تسلیحاتی هم بتواند کمک بکنه به مصرف تولید تجهیزات تسلیحاتی، حتی این تجهیزات رو هم آمریکا معاف کرده، مشروط به اینکه هم بودجه‌ای که برای خریدش تعیین میشه معلوم بشه از کجاست و هم اینکه مطمئن بشه که اینها برای فقط مصرف پزشکی انجام میشود. اینو گفتم برای اینکه هم کسانی که به حرف جمهوری اسلامی گوش میدن و هم خود جمهوری اسلامی که فقط تحریما رو کرده است بهانه‌ای برای کمبودها در ایران، از جمله بهانه‌ای برای کمبود دارو و وضعیت وحشتناک درمان در ایران، بدونن که هیچ ربطی به تحریم ها
نداره. این موضوع رو دیگه نمیشه خلاصه دوکت آدم بره که به تحریم ها مربوطه، چون مطلقا تحریم نبوده و نیست دارو و تجهیزات پزشکی. خب ولی اون بخش از بحث که مربوط بود به خطاهای پزشکی و دلایل اون، اخیرا سیمای جمهوری اسلامی یه میزگردی برگزار کرد درباره همین خطاهای پزشکی. آمارهایی که ما داریم در مناطقی که از نظر نیروی تخصصی اهم از پزشک، پیراپزشک و پرستار نسبت به بار مراجعه‌ای که هست کم هست، آمار شکایات هم بیشتر هست. یعنی برعکس این فکر کنیم که مثلا ممکنه ما در شهرهای بزرگ شکایت بیشتری داشته باشیم، نه، ما در شهرستانها و شهرهای مرزی و شهرهایی که تعداد ضریب نیروی انسانی تخصصیمون کمتر هست، این آمار بالا هست. این هم دلیلش مشخص. وقتی که ما یک پزشکی رو 10 شب 15 شب به صورت 24 ساعته به خاطر کمبود نیرو در اون رشته در اون شهرستان یا اون مرکزی که هست مجبوریم تمام وقت نگه داریم، خب این تأثیر میذاره در هر صورت روی تشخیصش، روی دقت کار و توی نحوه عمل کار. اونی که من در جریان هستم، یکی دو بار مقام محترم وزارت و همچنین معاون آموزشی گفتن ما نزدیک به 100,000 پرستار کم داریم. این معناش این هست که ما در آموزش پرستاریمون نتونستیم نیازها رو تأمین کنیم. نظام پرستاری گفت که نه، حقوق مکفی نیست، پرستاران جذب نمیشوند. یعنی پرستار بیکار ما داریم، جوی کار نداریم. مشکل روشنه، حقوق انقدر پایینه که پرستارا و اصولا کارکنان بیمارستان ها و درمانگاه ها یه دولتی به ویژه حاضرن با همه عشقی که به این رشته دارن برن یه کار دیگه بزنن تا بتونن زندگیشون رو تأمین کنن یا از ایران برن. ولی مگه بیمارستان ها پول ندارن حقوق متناسب با کار به پزشکا و پرستارا بدن؟ ای ندارن، اغلبشون شدن بورس باز و مقاطع کار متاسفانه. محمد جعفر قائم پناه معاون اسبق توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت میگوید پدیده سپرده گذاری دانشگاه‌های علوم پزشکی تعجب برانگیز است. دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز با 350 میلیارد تومان سپرده، شیراز با 200 میلیارد تومان، زاهدان با 170 میلیارد تومان و تبریز با 160 میلیارد تومان بیشترین سپرده را برای کسب سود 20% نزد بانک‌های کشور سپرده گذاری کردند. بیشترین دریافت سود به ترتیب مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز با 60 میلیارد تومان، شیراز با 40 میلیارد تومان و زاهدان و اصفهان با سود تقریبی 35 میلیارد تومان بیشترین دریافتی را از این ناحیه داشتند. سپرده گذاری در حالی صورت گرفته که در یکی دو سال گذشته مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها همواره از کمبود اعتبار و تأخیر پرداخت‌های بیمه گلایه داشته و علت تأخیر پرداخت کارانه و بدهی شرکت‌های دارویی را کافی نبودن نقدینگی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کردند. بزنین یه نامه براتون بخونم از یکی از پزشکایی که همین هفته پیش فرستادن. نوشتن اتفاقات چند روز اخیر در حیطه شغل خودم و برنامه دو هفته قبلتون باعث شد که این نامه رو بفرستم. من پزشک متخصص هستم، از 18 سالگی فقط درس خوندم و هزینه کردم. شاید ندونین و مردم ندونن، رزیدنت یا همون دانشجو تخصص در سال اول 18 بار کشی که بالای 36 ساعت، در سال دوم 14 بار، در سال سوم 10 بار و سال چهارم 8 بار، اونم بدون محدودیت تعداد مریض. ما رسما نیروی برده هستیم تو بیمارستان دولتی. بعد فکر میکنید حقوق یک رزیدنت چقدره؟ ماهی 980 هزار تومان. حالا داستان جالب این که همین هفته پیش 5 آبان ویدیو کنفرانس گذاشتن از وزارت بهداشت به همه مراکز بهداشت کل کشور که ما پول نداریم بدیم، قراره بهتون سهام بیمه بدیم. از پارسال شهریور فقط ماهی 2 میلیون حقوق ثابت وزارتخونه رو به من متخصص قلب دادن و 1 قرون به اسم حق کارایی که کردم و مریض هایی که دیدم به من و بقیه ندادن. الانم با این معوقات میگن پول نداریم، به جاش سهام بهتون میدیم. حقوقی که باید حدود 20 میلیون ماهیانه واسه آنژیوگرافی، اکو، مشاوره و هفته 200 ویزیت عادی به من میدادن، میگن بیا سهام.
آقای فلاحتی، من نزدیک به 40 سالمه. من و همه متخصصین که از حدود 2 سال پیش فارغ التحصیل شدیم، پدرمون در اومده تو این 20 سال. فقط دویدیم و الان میگن این همه هم کار کردین تو این 15 ماه کشک. بیایید اینم سهام یک شرکت برشکسته. بیچاره کردن ما رو، بدبخت کردن این مردم رو. حاصل چی میشه؟ نتیجه 2 نمونه زایمان رو ببینیم در بیمارستان‌های مجهز تهران. بردن رو تخت زایمان طبیب که اون موقع از دستگاه وکیوم استفاده کرد دکتر. وکیوم دستگاهی کمکی است که معمولاً در زایمان طبیعی استفاده می شود. در صورتی که مشکلی در زایمان طبیعی باشد، این دستگاه به پزشک کمک می کند تا با مکشی ملایم بچه را از مجرای زایمان خارج کند. اونجا اولش اشتباهی انداختن روی مجاری ادراری که اشتباهاً یکی از همون ماماها روشن کرد. بعد گفتن دستگاه کوچیکه، یکی بزرگتر باید بگیرن. دستگاه رو عوض کردن، 4 تا ماما از بالا فشار میدادن شکممو، دکتر هم از پایین تلاش میکرد. اما در نهایت همه این تلاش ها بی نتیجه ماند و مادر را برای سزارین به عمل بردند. اتاق زایمان طبیعی شلوغ شد و من بیهوش شدم که مجبور شدن تو همون حالت منو ببرن اتاق عمل، سر بچه رو بدن داخل، دوباره سزارین کنن، بعد امیر عباس پس از تولد دچار فلج مغزی شد. خانواده او معتقدند که روش زایمان باعث چنین اتفاقی شده و به همین علت از کادر پزشکی بیمارستان شکایت کردند. اما کمی قبل از تولد امیر عباس، این دختر یعنی آتنا به دنیا آمده است. او تشنج و درد را زودتر از امیر عباس آغاز کرد. من 9 ماه بارداری سالم داشتم. برای زایمان مثل هر مادر دیگه رفتم و به خاطر اینکه بیمارستان دولتی بود اصرار به زایمان طبیعی، یعنی اول باید درد بکشی. خیلی روند طبیعی داشتم، اما در آخر بعد 9 ساعت درد دکتر تشخیص سزارین دادن، اما باز دکتر با وجود بی‌اس‌سی سزارین نکرد و زایمان طبیعی با وکیوم که به بدترین شکل ممکنه رو برام انجام داد. دیگه سطح آبکار دخترم 0 بود. احیاش کردن، تشنج کرد که منجر به فلج مغزی شد. مائده هم مثل الهام از کادر پزشکی اتاق عمل شکایت کرد، اما هر دو تا انتشار این گزارش پاسخی که انتظارش را داشتن نگرفتند و کادر پزشکی هر دو اتاق زایمان به طور کامل محکوم نشدند. 30% قصور پزشکی، 7% امور فنی بیمارستان چون مانیتورینگ قلب انجام ندادن، آمبولانسی که دیر رسیده، و 3% ماما. گفت مقصر بچیه چون دست و پا نزده خودشو بندازه بیرون. گفتم بچه تو لگن گیر کرده بود. گفت مقصر توی که لگنت تنگ بوده. یکی 2 نمونه دیگه از فاجعه هایی که به اسم خطاهای پزشکی که منجر به داغدار شدن خانواده ها شده بذاریم براتون بخونم فوری. از نامه ها و مدارکی که برامون فرستادن، بیمارستان فوق تخصصی کیش کشتارگاهی است که در آن عده‌ای عزیزان خود را به ناحق از دست دادند و مسئولین به دلیل ارتشای گسترده در دستگاه طبابت و دستگاه قضایی هیچ کاری نه تنها انجام ندادند که چه بسا افراد عزیز از دست رفته را تهدید و ارعاب کردند. در بین پزشکان خاطی دکتر نون است که قاتل پسری 17 ماهه به نام اهورا بود که با تزریق 2 عدد دیازپام دوز بزرگسال برای یک سرماخوردگی ساده نام قاتل را از سالیان پیش به خود گرفت. نمونه دیگر از قربانیان این بیمارستان فوق تخصصی آرزو وسوقی است. آرزو وسوقی پوستین دوز 18 ساله شهریور 94 در کیش، پلوش درد میگیره، میره بیمارستان فوق تخصص کیش، شب با مسکن تجویز دکتر میخوابه، روز بعد عملش میکنن، آپانتیس رو در میارن، بعد از عمل دختر به هوش میاد، با خانواده‌اش هم یه گپی میزنه، پرستار میگه بهتره بهت مسکن بزنم که فعلا استراحت کنی، مسکن زدن همان و جنازه دختر رو به پدر و مادرش تحویل دادن همان. پدر مادر بدبخت شکایت میکنن، قضیه رو دنبال میکنن ولی هیچ نتیجه ای نمیگیرن جز یکی دو نامه از پزشکی قانونی و تهدید که با جای حرف نزنین. این نامه ها ببینین به صراحت میگه علت مرگ آرزو وسوقی نارسایی تنفسی ناشی از مسکنهای مخدری و داروهای بیهوشی بوده است.
آرزو وثوقی شهریور 94 فوت میکنه. تیر ماه 95 یک سال بعد دادرس دادگاه کیفری کیش نامه میزنه به دادستان بندرعباس که آقا بعد از 9 ماه چرا گزارش نهایی رسمی پزشکی قانونی نمیاد که ما بذاریم رو پرونده؟ نمیاد. نهایتاً حکم دادگاه که صادر میشه اینه. دکتر راحله معین آرا که جراح آپاندیس آرزو وثوقی بوده هیچ قصوری مرتکب نشده. پرستار فرناز جعفری به دلیل دخالت در درمان 10% مقصر است و پرستار خانم پورمند هم به دلیل عدم مراقبت صحیح از بیمار 10% مقصر است. 80% میمونه دیگه. 80% هم حتما خود آرزو وثوقی 18 ساله مقصر بوده که رفته این بیمارستان. بریم سر ستاد اجرایی. یه خبرگزاری معتبر بین‌المللی رویترز 5 سال پیش درباره یکی از نهادهای زیر نظر مستقیم رهبر معظم نتیجه تحقیقاتش رو منتشر کرد و گفت دارایی ستاد اجرایی فرمان امام 95 میلیارد دلاره و این ثروت عظیم دست خامنه‌ای است و به هیچ کس جواب نمیده. ببینید این 95 میلیارد دلار اساساً تو 10 سال 80 تا 90 1180 تا 1190 به دست اومده. یعنی باید انتظار داشت که اگه 6 سال دیگه تا امروز حساب بکنیم، الان 97ایم، 7 سال دیگه قیمت چند برابری ارز و نسبت به سال مثلا 85 در نظر بگیریم، ثروت مافیای خامنه‌ای در ستاد اجرایی چند برابر این 95 میلیارد دلار میشه. و فقط همین ستاد اجرایی نیست، دارایی مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. درسته که ستاد اجرایی بزرگترین مجموعه اقتصادی و مالی ایرانه که در کنار سپاه تمام اقتصاد کشور دستشه، ولی بنیادهای دیگه ای که هنوز حسابرسی حتی در حد گزارش رویترز درباره ستاد اجرایی از این بنیادها نشده، اونا هم جزو مافیای مالی خامنه ایه. ببینین میگم مافیا چون خصلت های سازمان مافیایی، یکیش سرسپردگی به رهبر بانده، یکیش پنهانکاری و دور زدن قانونه، یکیش چرخه بسته مدیراست و حالا ویژگی های دیگه ای که حالا تا اونجا که برسیم به همه اینو میپردازیم. ثروت و قدرت خامنه‌ای فقط ستاد اجرایی فرمان امام نیست، اینو میگفتم. یکی از بنیادهایی که دخل و خرجش فقط دست رهبر معظم، مالیات هم نمیده، کمیته امداد امام خمینیه. کمیته امداد دومین نهاد پس از انقلاب 57 است که به دستور خمینی یک ماه بعد از انقلاب درست شد. ببینید فقط یه قلم اختلاسی که شد تو این کمیته امداد امام خمینی 12 میلیارد ریال بود فقط تو یه شهر، توی سرکان. حسین انواری سرپرست سابق کمیته امداد در آذر 92 گفته بود که 1/4 هزینه های این نهاد کمیته امداد توسط کمک های مردمی تامین می شود و حجم این کمک ها سالانه بالغ بر 7000 میلیارد ریال است. یعنی مردم سالی 7000 میلیارد ریال می دن به کمیته امداد. وظایفش چیه؟ پشتیبانی از محرومان سوریه، پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها، حمایت از محرومان سوریه، عراق، لبنان، افغانستان و غیره از دیگر فعالیت‌های کمیته امام خمینی است. امداد امام خمینی است. سالی 7000 میلیارد ریال مردم میدن به کمیته امداد امام خمینی تا بازماندگان امام خمینی هر جا و هر جوری که دلشون میخواد خرج کنن. گزارش این دارایی و این هزینه ها کجا میره؟ مستقیم میره برای امام خامنه ای. یعنی فقط ایشون میدونن صندوق کمیته امداد چه کیفیتی داره. چی بگم؟ مردم ببینین که به جای اینکه خودشون کمیته های کمک به مردم بیچاره درست کنن، سالی 7000 میلیارد ریال میدن به کمیته امام خامنه ای تا یه قلم 12 میلیارد ریال از شعبه فقط یه شهر توی سرکانش اختلاس بشه. هیچکی هم نگه کی برد کی خورد. اگه شما احیانا یک خبر کوچیک گرفتین که اینو کی برد کی خورد به منم بگین. نمیگم. رهبر معظم به عنوان ولی فقیه فقط طریق ستاد اجرایی فرمان امامش 100 میلیارد دلار، 95 میلیارد 100 میلیارد دلار بودجه بی حساب کتاب داره. ما همون 6 سال پیش 7 سال پیشو میگیم.
و 30% از درآمد چاه جمکران و حرم امام رضا و حرم عبدالعظیم و 11,000 امامزاده کشورم مستقیم میرسه به او. مالیات هم نمیده. مالیات ندادن هم میدونین که فقط پول ندادن به خزانه عمومی نیست، بی حساب کتاب بودن هم هست، دفتر و دستک نداشتن هم هست. نهادی که مالیات نمیده دلیلی نداره که کسی دخل و خرجش رو حساب رسید کنه. کی بکن برای چی؟ حرف رهبر اینه، من میتونم از هر کسی حساب رسی کنم و میکنم، ولی کسی نباید از من حساب رسی کنه چون من رهبرم و ولی فقیهم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوبه 27/5/94 دوره نهم مجلس شورای اسلامی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالی معافیت از طرف روح الله خمینی و سید علی خامنه ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می نماید. آقای محمود صادقی نماینده مجلس که مدام فریاد می زد ستاد اجرای فرمان امام هم باید مالیات بده، آخرش اخیراً دیدم جایی نوشته بود، شاید توییت کرده بود، به هر حال دیدم نوشته بود که در ملاقاتی با یکی از مسئولان ستاد بهم گفتن که ستاد از سال 1380 مالیات داده و آقای محمود صادقی هم اظهار خوشحالی کرده بود و گفته بود که اسناد مالیاتی رو بدین ما ببینیم، که هنوز ندادن چون ندارن. آیت الله خمینی سال 1368 از حبیب الله عسکرولادی که مدتی پیش مرد خواست که با همکاری مهدی کروبی و حسن صانعی که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه بند 49 قانون اساسی را اجرا کنند، یعنی باید املاک و دارایی های مسئولان و نزدیکان رژیم پادشاهی را شناسایی و مصادره کنند، وگرنه آنها را به فروش برسانند و عواید آنها را به سازمان ها و بنیاد های وابسته به ولی فقیه بپردازند، یعنی بنیاد های خیریه وابسته به ولی فقیه. خب ستاد اجرای فرمان امام طبق دستور امام خمینی از سال 1368 شروع به کار کرد، همون سالی که امام خمینی مردن. میبایست یک ساله کار مصادره اموال و تعیین تکلیف دارایی ها و انتقال پول ها رو به همون مؤسسات خیریه زیر نظر ولی فقیه انجام بده و منحل بشه. شما چقدر طول میکشه که نمیدونم اموال وابستگان رژیم پادشاهی، خونه های خالی که در رفتن و فلان اینا رو به شناسایی کنین فلان کنین. خامنه ای که شد رهبر داستان دیگر شد، منحلش نکرد. محمد شریعت مداری رو گذاشت رئیسش، یه مدت هم ممجواد ایروانی رئیسش بود تا سال 1386 که محمد مخبر رو کرد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و بهره کافی و وافی برد. مخبر کیه؟ عضو سابق سپاه پاسداران بود زمان جنگ، محسن رضایی گذاشتش معاون استانداری خوزستان، بعد از جنگ شد مدیر عامل شرکت مخابرات دسفول، بعد تو بنیاد مستضعفان بود زمان محسن رفیق دوست، معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بود. سال 86 به حکم خامنه ای شد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امامو خدمتتون عرض بکنم که اینا هستن: مصطفی خامنه‌ای پسر بزرگ مقام معظم، محمد ایروانی همون ممجواد ایروانی وزیر سابق استاد دارایی و رئیس سابق ستاد اجرایی، و محمد شریعت مداری وزیر فعلی راه و تعاون و رئیس اول ستاد اجرایی. انقلاب اسلامی در هجرت شماره 836 نوشته است نشر انقلاب اسلامی: افرادی که خامنه ای تو ستاد اجرایی فرمان امام مسئولیت بالا بهشون داده افزون بر سه نفری که گفتم اینا هستن: محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای، حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان، حسین علی نیری قاتل هزاران زندانی سیاسی دهه 60 که آقای محمد شریعت مداری. خب ببینین محمد مخبر که رئیس این ستاده تو هر سازمان مؤسسه و بنیاد مهمی حضور داره، عضو هیئت مدیره بانک سینا، سامان، بانک پاسارگاده که سرمایه فقط بانک پاسارگاد رو 40 میلیارد دلار تخمین میزنن ارزش. ببینین این رقمایی که دارم میگم و با فقر اکثریت مردم و همین پزشکی که متخصصی که من خوندم نامش رو که زیر 1 میلیون حقوق گرفتن
به مدت 7 سال دست کم. اینا رو همه رو تو ذهنتون مقایسه کنین دیگه. ارزش بانک پاسارگاد 714 میلیون دلاره. ارزش بانک پارسیان که ستاد اجرایی آقا امام خامنه ای سهامدار اصلیش 2 میلیارد دلاره. اینا فقط بخش از دارایی بانک ستاد اجرایی فرمان خامنه ای است. این مقدمه رو داشته باشین. بذارین اول چند تا آدمای این باندی رو که ستاد اجرایی و بخش مهمی از اقتصاد مملکت رو برای رهبرشون اداره میکنن بذارین بگم. ستاد اجرایی پولشویی و روابط پولیش تو بانکهای خودش انجام میشه که تو اون بانکها مثلا سهام داره مثل نمونه هایی که گفتم، ولی کل بانک دستشه، از بانک پارسیان و پاسارگاد گرفته تا سینا و سامان و آینده و غیره. بعد این مسئله ماجرای بانک و اینه. کارسازی و روابط و سازوکار اقتصادیش با گروه توسعه اقتصادی تدبیره که یک هولدینگ عظیمی است که شاید فقط بشه مقایسهش کرد، فقط و فقط شاید بشه، گرچه گنده تر از اونه، بشه مقایسهش کرد با بخش اقتصادی سپاه پاسداران. درآمدش هم اسمن از طریق بنیاد برکت فقط خرج میشه، هرچی در میاره تدبیر میده بنیاد برکت خرج کن. حالا هم اینا رو توضیح میدم، ولی اول ببینیم کیا اینا رو اداره میکنن. محمد شریعت مداری از اطلاعاتی های اول انقلاب وقتی که خامنه ای شد رهبر، یعنی از سال 68 محمد شریعت مداری رو برد تو دفترش برای کارهای اطلاعاتی و بازرسی دفتر. از سال 1370 ایشون میشه عضو هیئت امنا اموال در اختیار ولی فقیه. از سال 1373 میشه مسئول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. دوره احمدی نژاد بود که به حکم خامنه ای شد عضو شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی عملا از مشاوران رهبر معظم در روابط خارجی. اینایی که دارم میگم باز خواهش میکنم در نظر داشته باشین که یک نفر که جزو رؤسای این باند مافیایی است هم باید در روابط خارجی نقش درجه اول داشته باشه، هم در داخل و اداره حساب کتاب پنهانی این نهادها. تو دولت اول روحانی محمد شریعت مداری شد معاون اجرایی رئیس جمهور، تو دولت دومش شد وزیر صنعت و معدن و تجارت. نمیگم همه دوزیا، ولی بخش مهمی از قاچاق از طریق همین بخش تجارت وزارت صنعت و معدن انجام میشه. ماجرای ورود 37,000 خودروی غیرقانونی به کشور به اصطلاح یکی از دلایل برکناری آقای شریعت مداری بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت، که بعد بلا فاصله خانه ملت مجلس شورای اسلامی کردش وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی. همونجا اشتشان میذارم حالا همینجوری میگم میریم جلو ببینید دیگه که این ساختار مافیایی چجوری اداره میشه. آدم ها از این چرخه بیرون نمیافتن، از اینجا میرن اینجا، اینجا میرن اینجا. بعد آقای محمد شریعت مداری در تمام این سالها همه کاری مالی آیت الله ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که سالهاست متولی شابدالعظیم، با همه درآمدها از نظر مردم ساده و پازاش ها و فروشگاه ها و املاک اون امامزاده معصوم. به انبرم همین حاج محمد شریعت مداری از دست نوریانی ها در آورد داد به حضرت آیت الله ری شهری. یاد که کوچیک گفتگوی خبر خودرو آبان 85 با علی نوریانی نماینده BMW در ایران. 50% سرمایه کمپانی آقای نوریانی بیچاره میگه. میگه 50% سرمایه کمپانی را با سرمایه گذاری مؤسسه ری که متعلق به آستان مطهر شاه عبدالعظیم الحسنی است شریک شدیم. ما به ادامه همکاری با هم مؤسسه ری مفتخر و مصرریم، زیرا در این صورت اطمینان خاطری هم برای طرفداران بی نصیب BMW ایجاد می شود که 50% سهام این کمپانی در زمان سوددهی صرف امور خیریه می شود. چقدر بیچاره است این آقای نوریانی که اینا رو مجبور بگه، آخرش آقا دستش همشو در بردن. و چون خبرنگاره نوشته که وقتی رفتن نمایشگاه BMW بهشون گفتن این نمایندگی مال نوریانی نیست و مربوط به ری شهری است، اینها فقط دلالند.
کیا؟ همین علی نوریانی که بعد از وهابزاده نمایندگی به انور رو تو ایران داشته، باباش مرتضی نوریانی مرحوم پدر صنعت چاپ ایران بود، با یه تشر رئیس شهری یا همین حاج محمد شریعت مداری شد دلال و بعدم اصلا گردونه خارج شد. واردات به انور تو ایران سال هاست دست حضرت آیت الله رئیس شهریه. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت قبلی و وزیر راه فعلی دست راست آیت الله رئیس شهری در این نوندونی شابتالعظیم با برند به انور. رهبر چکار میکنه این وسط؟ حق حساب همین شابتالعظیم و با این برند و فلان و اینا ریو اینها همه سالانه واریز میشه به حساب رهبر معظم. فقط یه قلم سال 1390 به دستور رهبر معظم معادل 1 میلیارد دلار از اموال آستان حضرت عبدالعظیم در شهر ری به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد. 1 میلیارد دلار فقط در یک سال باج رهبر معظم از یکی از نوچه هاش. رئی شهری و محمد شریعت مداری. محمد شریعت مداری هم تو شابتالعظیم همه کاره رئی شهری، هم تو ستاد اجرایی همه کاره خامنه ای. این ساختار مافیایی رو بریم جلو حالا بیشتر متوجه میشین. محمد شریعت مداری خواهرشو که 4 سال متوفا شد داد به سرلشکر صالحی که الان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ارتش بود. صالحی یک گلپسر داره به اسم عمار که با گلپسر محمد شریعت مداری امیر حسین شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار رو اداره میکنن. شرکت توسعه سرمایه گذاری نور ابرار یکی از شرکت های هولدینگ صادرات و واردات شرکت تجارت نور ابرار. عمار صالحی که عکسشون رو ملاحظه فرمودین پسر رئیس ستاد ارتش هم خودش نماینده یکی از شرکت‌های هولدینگ آرمانی تو این شرکته که کارش ساخت و ساز پروژه‌های بزرگه. تو این شرکت محسن جعفری هم هست. محسن جعفری که گلپسر ممدلی جعفری عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران. امیر حسین شریعت مداری پسر محمد شریعت مداری در شرکتی به نام مدیریت سرمایه پانا دژسان با محسن پسر 33 ساله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و فرد دیگری به اسم محمد آذرمهر که گویا پادوی تیم خسروتاج بوده، این خسروتاج خیلی مهمه براتون میگم، کار میکنه. محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان آقا، یه دوماد هم داره به اسم محمد هادی رضوی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. باید اضافه کنم که ایشون 12 سال تحصیلاتش رو تو مدرسه مؤتلفه اسلامی گذرونده. همین آقای محمد هادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد که مهمترین کاری که واسه خانواده زنش کرد این بود که در واقع برای خانواده محمد شریعت مداری کرد این بود که برادر زنش امیر حسین شریعت مداری رو برد تو 2 فصل سریال شهرزاد بازی کرد، سلبریتی شد واسه خودش. اینا اعضای مهم خانواده محمد شریعت مداری عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی تحت امر رهبر معظم. تازه ترین خبری که در رابطه با شرکت‌های تحت امر ولی فقیه منتشر شد در تاریخ 1 آبان 97 بود که روابط عمومی بنیاد تعاون سپاه اعلام کرد در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول خارج شد. اعلام هم نشده که سهام من نمیم چقدر هزاران میلیاردی سپاه به کی داده شده که اومد بیرون از مخابرات. هرچند داریم میبینین دیگه وقتی ستاد اجرایی آقا امام خامنه‌ای مالک کنسرسیوم توسعه اعتماد مبینه همه سهام مخابرات الان دست ستاد اجراییه.
تحریما باعث شد سپاه مخابرات رو واگذار کنه که این وقت به خاطر سپاه کل مخابرات جمهوری اسلامی ایران تحریم نشه. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین 5 مهر ماه سال 88 ظرف نیم ساعت 51% سهام مخابرات رو خرید به ارزش 7800 میلیارد تومان. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان، هر دو متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بود. حالا سپاه پاسداران از طرف تحریم‌ها سهامش رو در مخابرات و همراه اول به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می‌کنه، یعنی هر دو قول اقتصادی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو به ستاد اجرایی واگذار کرده. مخابرات همراه اول با حذف سپاه. ببینین از این چارتی که دارین میبینین، مسئولیت کلاهبرداری 10,000 میلیارد تومانی ارزش افزوده از دلالی دزدی‌های اینترنتی و موبایلی دیگه فعلا و اساسا با ستاد اجرای فرمان امام. چه امامی؟ بذاریم بگم این دزدی‌ها یعنی چی. یک گزیده ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جورجندی تهیه کردن. یه شمه است از دزدی امام خامنه ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو آی پی 9250-36-237. میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه، تبلیغ شما هم ببینید. 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید. الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداره که آقا من این 10 گیگ اگه به تو دارم میدم بابت عضو کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر ندارن. با هم این شرکت رو بررسی میکنیم. این شرکت خب هیچی مشخص نیست، اینجا میبینید دیگه هیچی از اسم شرکت که من کیم رو ننوشته، چون نیازی نداره. یه کلاهبردار هم که نیاز نداره خودشون معرفی کنن. کلاهبردار اولین خاصیتش اینه که خودش معرفی نمیکنه، هویت اصلیش رو به من و شما نمیگه. خب ما با هم بررسی میکنیم که پشت این شرکت کیه. من آیپیش رو چک میکنم، یه ریورس میگیرم، میبینم که یه سایت اینجاست به اسم فاینال تی وی. فاینال تی وی رو که هویزش رو میگیریم مال شرکتی به اسم مومینوان کیش. خب این شرکت جالبیه به خاطر اینکه یکی از دوست‌ترین شرکت‌های حال حاضر ایرانه و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دوست‌های گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم می‌بینیم چرا. ما مینوان کیش، من قبلا یه چارتی ازش درآوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط 2 تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد تعاون سپاه که این یه جورایی بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه که حالا بنیاد تعاون سپاه اومده بیرون. پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبینوان کیش رو اینا ساختن. گسترش الکترونیک مبین هستش، درصدش رو دارید می‌بینید و بقیه. تمام اینها وابستن به مبین ایران که مبین ایران وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت های اگریگیتور میخوره. حالا داستان اگریگیتور چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت های سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2,000 تا 5,000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتا اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفا باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن، یه درصدی از اون سود مال ایناست، یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه و اینا هم که صرفا باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمیکنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و مبینوان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس ها این شرکت رو ببینیم، این شرکت از کجا داره نون میخوره. این همون فاینال تی ویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟
هیچ جز این که تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفا یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشته ورده ریخته اینجا نمیدونن با ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که سد سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات به نوعی. دوست درباره ما شما اسمی از این با عنوان کیش میبینید اینجا؟ کوشا گیت در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد؟ تماس با ما هیچی دوش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما هیچ. یه سری دکون دزدی عیناً کپی پیست قبلی، گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشا گیمز هم هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه درباره ما. حالا جالبه براتون بدونید که شرکت موبین وان چرا تش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران. موبین وان کیش، یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده. یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو و تا 25 سال معافیت مالیاتی داره. شرکت موبین وان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت. این دست تو جیب مردم کردن ها البته در کنار راندخاری ها و قاچاق فروشی های کلان است که همین مافیا انجام میده. سازمان توسعه تجارت که گفتن مالا به خسرو تاج میرسیم، رئیسش یکی از کاراش ثبت و تایید همه واردات و صادرات کشوره و عملا گمرک از این سامانه استعلام میکنه، تصمیم گیر نیست، خود گمرک از همین سازمان توسعه تجارت. خرداد 97 ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سامانه ثبت سفارش هک شده و بیش از 5000 خودرو غیر قانونی وارد شده. این سامانه هک شده با اسم سبتارش بیش از 12 ساله که داره کار میکنه. مشتبه خسرو تاج مسئول مستقیمی که گفتم بهش میرسیم، حالا مربوط به این ستاد اجرایی هم میشه، مسئول مستقیم سامانه سبتارشه. خب و که با اسمای مختلف کار کرد. ایشون در تابستان 82 به دریافت نشان دولتی لیاقت و مدیریت از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دولت‌های هفتم و هشتم مفتخر گردیدند. تو دولت حسن روحانی هم میشه معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور بازرگانی. شهریور 95 میشه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران. شما ببینید دوره آقای نعمت‌زاده ساعت 12 یه جلسه برگزار میشه تو دفتر ایشون، آقای خسرو تاج هم بودند و اعلام میشه که از ساعت 6 بعد از ظهر سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بشه. توی این 6 ساعت 7000 خودرو اینا ثبت سفارش میکنن و هم مجاز که میشه نهایتا 34000 خودرو. 34000 خودرو چند روز بعد از اینکه این بخشا میرن به خود خودروسازا اعلام نکرده بودن اینو. بعدش که اعلام میکنن چند روز بعدش که باز دوباره ثبت سفارش انجام میشه با شگردهای خودشون و بعد علکی اعلام میکنه هک شد. هک چیه؟ چرا جرای هک رو نگرفتید؟ چرا اجازه دادید بیاد؟ آره دیگه هک بشه باید بفهمید هک شده. آقا خسرو تاج همون معاون وزیر وقتی وزیر عوض میشه همه معاونین وزرا معاونین آینه مسئول همه حفظ میشن. آقا شرط مداری دست به اینا نمیزنه. آقای شریعت مداری که دست به اینا نمیزنه. آقای رضا رحمانی هم که بعد از شریعت مداری اومد تو همین وزارت صنعت و معدن تجارت اونم دست به اینا نزده و نمیزنه. همه اینا مهندسی میشه توسط محمد شریعت مداری که همه کاره ستاد اجرایی فرمان امام، البته در پیوند با خامنه ای، وگرنه مدیریت اصلی دست هم محمد مخبری که اشاره کردیم و حق حساب خامنه ای رم همیشه داده. من یه قلمشو فقط بهتون گفتم، یعنی نظر مالی یه قلمشو فقط بهتون گفتم که از شابتالعظیم فقط برای یک سال 1 میلیارد دلار میده به ستاد اجرایی فرمان امام
و بیش از 20 ساله که عضو هیئت مدیره ستاد اجرایی فرمان امام. قاچاق خودرو به چه نحوی هست؟ چون نه مگسه نه عدسه، یک کسی نبیننش. خودرو بنز تویوتاست، پورشه است، خودروی لوکسی که با یک شبکه‌ای که شکل گرفته اینها وارد کشور شدن به نحوی بود که از اون نگهبان دیدن تا اون بالا. تنها کالایی که بعد از گوشی موبایل قابل ردگیری و رهگیری از صفر تا صدش خودرو، هیچ کارهای دیگه قابلیت رهگیری و ردگیری نیست. خودرو تنها موضوعی بود که قابلیت اثبات فساد تو اون سیستم رو داشت. فسادی در ابعاد 6481 خودروی لوکس خارجی که البته طبق برخی اسنادی که به دستمون رسیده گویا عدد واقعی اون بیش از این هاست. فقط توی یه مورد در نامه دیماه 96 سازمان توسعه تجارت به گمرک به ثبت سفارش غیرقانونی 34,000 خودرو در یک بازه زمانی 9 روزه اشاره شده. به وزیر محترم صنعت عرض کردم که شما مطلع نبودید اینها رو؟ قطعا مطلع بودید. معاونین شما این کار رو داره مدیریت میکنه. آیا معاون وزیر صنعت و معدن مطلع نبوده؟ قطعا مطلع بوده. در اونجا اشاره کردم که معاون وزیر که مسئول این قسمت رو غیر از خسروتاش کسی نیست. چون باید امروز پاسخ خوب باشه؟ چرا حاشیه انبراش ایجاد کردن؟ من به صراحت عرض کردم، به قوه قضاییه گفتم. خب میگم من چه کار بکنم که شما که اسمی برای آخه من نمیدونم دیگه چه جوری جواب بدم. این فرد اولی که شما گفتیم نه بازداشت نشده، اگر وثیقه صادر شده من الان نمیدونم واقعا وثیقه، ولی بازداشت میدونم نشده، ولی جزو کسانی است که بالاخره از اون تحقیق شده به خاطر تحقیق بشه، اما بازداشت نشده تا الان. من الان جای تعجب هست برام که چرا معاون صنعت و معدن الان در جایگاهشون هست، حتی هرچند اظهار شدن رفتن صحبت کردن، این کفایت نمی کنه. به خود وزیرم گفتم آقای محترم، آقای وزیر، دستگاه نظارتی، این تیم و این سیستمی که در وزارت صنعت و معدن هستش، این چرا تا این تکلیف نمی کنید؟ چرا آقا رفته اونجا دادگاه تو مرتبه برگشت؟ آقای قوه قضاییه ایشون وقتی میام معاون وزیر در ملأ عام صحبت بکنه، سخنرانی میکنه، گزارش میده، مردم نگران و ناراحت هستن. این آقا عامل همه ثبت سفارش ها بوده، تمام ارتباطات با ایشون بوده، مدیر کار با این و این و تیم ایشون بوده، امروز باز میاد داره صحبت میکنه، این دهنکجی نیست؟ میتونید تکلیف کنید، فشار سیاسی کنار بگذارید. در خصوص بعد دستگیری هم فکر کنم جناب آقای اژه پاسخ دادن دیگه. حالا دوستانی که گوش ندن یه بار دیگه گوش بدن ببین آقای اژه چی میگه. به وزیرم من صحبت کردم، گفتم که مراقبت کنید از آقازادتون، از دامادتون، از کسانی که تو خاچ کالا هستن، اینها وابسته نشن. من این تذکر رفتم حضوراً دادم، اگر کسی آقازادش تو قاچاق باشه، قاچاق خودرو باشه، کسی دامادش باشه، کسی دخترش باشه، کسی وابسته نزدیکش باشه، قطعاً عزمی برای مبارزه نداره. اورا آقازاده و داماد آقای محمد شریعت مداری عرض کردم خدمتتون. از قبل ستاد ولی امر مسلمین جهان خیلی‌ها دارن با قاچاق و کلاهبرداری مال مردم رو می‌خورن. خیلی، یعنی بعد چند ما واقعاً برنامه گذاشت اینا رو یکی یکی معرفی کرد. الان دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، یکیشون رو بگم بگذرم. امشب مهدی صدر و ساداتی عضو قرارگاه عمار، برادر حجت الاسلام سید روح الله صدر و ساداتی، نماینده خبرگان رهبری و داماد آیت الله مدرسی، عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی منصوب مستقیم، یعنی خودش، خود جوان با مجتبی خامنه ای است تو قرارگاه عمار. پدرزنش جزو 6 تا آدمی است که به اسم فقهای شورای نگهبان خامنه ای منصوب میکنه. داداشش هم عضو خبرگان رهبری است که وظیفش حفاظت از رهبری است. این آقا یعنی مهدی صدر الساداتی بدون داشتن هر گونه سابقه کاری مربوطه و تخصص لازم 5 سال از سال 89 تا 94 در شرکت گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام کار با برکت میکرد. چی کار میکرد؟ من نمیدونم چی کار میکرد، فقط میدونم که به توصیه حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد به عنوان مدیر پروژه ها در گروه داروی برکت استخدام میشه. بعد آقای مهدی صدر الساداتی هم اون خونجوونه زود میره یه ساختمون، تا میره اینجا به عنوان مدیر پروژه برکت، یه ساختمون در خیابون فخر رازی رو بدون انجام تشریفات اداری با پوشش تشکیل اتاق تحقیقاتی تولید داروهای گیاهی مثلا از ستاد اجرایی میگیره، از بنیاد برکت که تمام پول ستاد اجرایی میره اونجا برای هزینه شده میگیره، یه انتشارات خصوصی میزنه اونجا به اسم آوای صدر که من نمیدونم ظاهرا بدون
خلاصه تک خوری میکرده دیگه. سال 94 ستاد اجرایی آقای یقش رو میگیره به اتهام تصرف غیرقانونی این ساختمان و انجام فعالیت انتشاراتی خصوصی از توی ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی اموال در اختیار ولی فقیه، محکوم میشود به چی؟ به تخلیه ملک، پرداخت اجاره بهای 4 سالی که توش بوده، که تازه این جریمه معمولی نمیشه. موضوع با وساطت آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد مختومه می شود. ببینین این ارتباط های مافیایی رو تو ستاد اجرایی فرمان امام شاید بشه آشکارتر از جاهای دیگه ببینیم. آقای عارف نوروزی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر و آقای یکی دیگه هم هست به ویژه علی اشرف افخمی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن، شما دو تا هم بعداً بهتون خواهیم پرداخت. بریم پرده آخر. رسول خدا فرمودن که یا جبرئیل حرف که میزنی مال کیه؟ 100 سال پیش، 200 سال پیش، 1 میلیون سال پیش. فرمودن که این که میگی مال کیه؟ گفت آقا یک ستاره سبزی است در کنار عرش، هر 30,000 سال یک بار طلوع میکنه. هر 30,000 سال یک بار این ستاره سبز در کنار عرش طلوع میکنه. من 30,000 بار طلوعش رو دیدم. 30,000 ضربه در 30,900 میلیون سال، یه حرف مال عروضه. رسول اکرم فرمود اگر این ستاره سبزی که 30,000 بار دیده ببینی میشناسی؟ ارسل آقا 30,000 بار دیدم، یک بار که ببینم میشناسم، جبرئیله. خاتم الانبیا از جا بلند شد، امامه علیا زد بالا این سبز، از اینجا زد بیرون، گفت یا رسول الله خودشه. شب و روزگار خوش.